سرخط مهمترین خبرها. منابع: وزیر دفاع آمریکا مخالف خروج نظامیان خارجی از افغانستان است. حکمتیار خواهان حکومت انتقالی در افغانستان شد. و همچنان در پایان، غنی: آنانی که در صف جمهوریت ایستاده نمی‌شوند دیگر برایشان در دولت جای نیست. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یک دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. وزیر دفاع آمریکا تاکید دارد که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باعث بی‌ثباتی در این کشور می‌شود. با گزارش اسپوتنیک، وال استریت ژورنال روز شنبه 17 اپریل به نقل از منابع نوشته است که لوید آستین، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، با برنامه خروج کامل نظامیان این کشور از افغانستان مخالفت کرده است. این نشریه تاکید دارد که رئیس پنتاگون به جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که چندین جنرال ارتش نگرانی‌های خود به خاطر خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان ابراز کردند. این منابع تاکید دارند که نگرانی‌ها از سوی جنرال مکنزی، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده، مارک الکساندر میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و جنرال آستین اس میلر، فرمانده حمایت قاطع ایالات متحده و ناتو در افغانستان ابراز شده است. در ادامه این گزارش آمده است که رئیس پنتاگون هشدار داده است که خروج نیروهای مسلح آمریکایی از افغانستان باعث بی‌ثباتی خواهد شد. در 6 اپریل، وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد فرماندهی مرکزی این کشور ادعا یافتند که رئیس جمهور بایدن تصمیم خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان را گرفته است. وال استریت ژورنال می افزاید که رهبر آمریکا اصرار داشته که خروج نیروهای آمریکایی بهترین راه برای جلوگیری از شروع جنگ در افغانستان است. قابل ذکر است که 14 اپریل جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان از ماه می آغاز تا 11 سپتامبر ادامه خواهد داشت. حکمتیار خواهان حکومت انتقالی در افغانستان شد. رهبر حزب اسلامی بر ایجاد یک حکومت انتقالی یک ساله و برگزاری انتخابات تاکید کرده است. با گزارش اسپورنیک به نقل از رسانه ها، گلبودین آقای حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، که امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، گفت که نیاز است نخست یک شورای عالی دولت با شمولیت رهبران سیاسی ایجاد شود و سپس اعضای این شورا یک حکومت انتقالی یک ساله را برگزینند و پس از آن این حکومت انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کند. حفظ نظام کنونی، تشکیلات نیروهای امنیتی و قانون اساسی در روند سال از خواص‌های دیگر حکمتیار هستند. این نظام نباید متلاشی شود. ادارات و تشکیلاتش باید به حال خود بماند. اردو و نیروهای امنیتی باید متلاشی نشوند. تجربه بعد از سقوط حکومت نجیب نباید بار دیگر تکرار شود. حکمتیار از اعلام زمان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان استقبال کرد، اما گفت که این تصمیم انگیزه سیاسی دارد و ایالات متحده باید درباره تمدید زمان خروج نیروهایش تا 11 سپتامبر به افغانان و طالبان توضیح بدهد. او تأکید کرد که آمریکا باید نیمی از نیروهایش را تا پایان ماه می مشخص شده در توافقنامه صلح آمریکا و طالبان از افغانستان بیرون کند. به طالبان مشوره دوستانه دارم: اگر اراده برای صلح دارید و یا خود را به جنگ مجبور می دانید، به هر دو صورت نباید مذاکرات را قطع کنید. آقای حکمتیار افزود که طالبان با به میان آمدن حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات پس از آن موافقند، اما طالبان که به گونه مستقیم انتخابات را نپذیرفتند، پیش از این گروه گفته است که مردم به انتخابات بی‌باور هستند. احساس می‌کنیم به این ترتیب طالبان با انتخابات هم مشکل نداشته باشند. با انتخاباتی که در چند سال گذشته در افغانستان برگزار شد، باور دارم که اکثریت افغان‌ها با آن مخالف هستند. طالبان هم اگر با این نوع انتخابات مخالفت می‌کنند، حق به جانب هستند. رهبر حزب اسلامی از طالبان خواست که آتش بس مشروط اعلام کنند و به مذاکره به افغانان ادامه دهند. قرار است ترکیه به زودی میزبان نشست درباره صلح افغانستان باشد، اما طالبان گفتند که پیش از بیرون شدن نظامیان خارجی در هیچ نشستی که در آن درباره افغانستان تصمیم گرفته شود شرکت نخواهند کرد. اشرف غنی: آنانی که در صف جمهوریت ایستاده نمی‌شوند دیگر برایشان در دولت جای نیست.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز در قصر چهارچنار ارگ در جلسه ششنیم گفت که ما به خاطر حفاظت از خاک خیش آمادگی کامل داریم. وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان بی‌طرفی خود را ثابت سازد. با گزارش اسپوتنیک، اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز یکشنبه 29 حمل در جلسه ششنیم که پیش از این امرالله صالح ریاست آن را به عهده داشت، با اشاره به اعلان خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفت که در تاریخ معاصر اولین بار است که برای افغانستان با همه فرصت مناسب فراهم شده است. ما از 2 سال به این سو آمادگی کامل داریم و به خاطر رفتن آنان پلان همه‌جانبه را ترتیب نمودیم. وای گفت که ما به خاطر حفاظت از خاک خیش آمادگی کامل داریم. وقت آن رسیده است که حاکمیت ملی افغانستان به گونه کامل تطبیق گردد و افغانستان بی‌طرفی خود را ثابت سازد. رئیس جمهور غنی افزود: یک صف جمهوریت است و صف دیگر دشمن. آنانی که در صف جمهوریت استاد نمی‌شوند دیگر برایشان در دولت جای نیست. وای همچنان گفت که طالبان به خاطر دوام جنگ هیچگاه مشروعیت دینی ندارند. اجماع علمای جهان اسلام جنگ افغانستان را نامشروع خوانده است. آقای غنی همچنان با اشاره به بازنگری روابط با کشورهای منطقه گفته است که روز تصمیم پاکستان است و در صورتی که افغانستان نارام باشد پاکستان هم نارام خواهد بود. با گفته غنی اگر پاکستان آرامی افغانستان را بخواهد خودش نیز آرام خواهد شد. انتخاب دوستی و دشمنی به دست پاکستان است. رئیس جمهور غنی در اخیر گفت که دیدگاه ما حاکمیت، جمهوریت، مردم سالاری افغانستان آباد، آزاد و مستقل است. اگر طالبان در این چارچوب صلح میکنند، آغوش ما بروی آنان باز است و بدون آن انتخاب جنگ و دوام آن بهانه طالبان است. ما مردم ترس نه، بلکه دارای اراده محکم هستیم. وای در این جلسه برای 16 تن از منصوبین حوزه اول امنیتی شهر کابل مدال‌های درجه دوم بریال را تفویض نمود. برگزاری نشست استانبول در 24 اپریل محل تردید است. خبرگزاری 8 صبح کابل. همزمان با نزدیک شدن زمان برگزاری نشست استانبول، شورای عالی مصالحه ملی میگوید که دولت برای شرکت در این نشست آمادگی میگیرد. مسئولان در این شورا تصریح میکنند که در حال حاضر کارها روی نهایی سازی طرح و فهرست هیئت اشتراک کننده دولت ادامه دارد و به زودی این روند نهایی میشود. قرار است پس از این تایید و نهایی شدن طرح پیشنهادی دولت در سوی کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی یک نسخه از آن برگ ریاست جمهوری نیز فرستاده شود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها همراه ما باشید. روز خوش.